سلام بر بینندگان عزیز میهن تیوی و سلام بر آقای سعید بهبهانی که یک بار دیگه این افتخار به من دادن که بتونم با شما هموطنان عزیز صحبت بکنم. عرض کنم حضورتون بعد از برنامه هفته قبل یکی از دوستان عزیز من به من زنگ زد گفتش که این گربه لعنتی رو دمشه بگیر از در خونه پرتش کن بیرون. عرض کنم حضورتون همچین چیزی اینجا امکان نداره که بنده بتونم گربه، اولا این گربه اینقدر عزیزه، یکی از اعضای خانواده ماست و خیلی هم گربه پررویه و طبق معمول من لوسش کردم و این عرض کنم حضورتون این برنامه از زیر زمین خونه ما پخش میشه و اینجا ما یک سالن حمامی داریم که میز غذای این آقای گربه‌زاده و توالتش در این حمام هست و ایشون وقتی عادت داره همیشه اینجا درا بازه، وقتی که میاد میبینه در بسته است وقت جیغ و دادش در میاد. این از علت جیغ داد گربه ما در هفته گذشته. بنده از طرف آقای گربه‌زاده از همیهنان عزیز معذرت میخوام که ایشون خیلی شلوغ کردن. و عرض کنم حضورتون قبل از شروع برنامه یک چیزی خدمت رو عرض کنم که من 3 دارو دارم که اینا رو تو لابراتوار خودمون درستش کردیم. عرض کنم حضورتون یکیش هست اسمش هست زونیکو. این زونیکو بهترین داروه برای ناخونای قارچی، ناخونای زرد و شکننده، ناخونایی که زیرش پودر داره. و یکی دیگهش هست به اسم آرتودکس. این آرتودکس برای دردهای عضلانی و مفصلیه و بسیار موثره. و سومیش هست به اسم زک. این زک برای قارچهای لای انگشتای پا و همینطور پاشنه‌های ترک خورده و چیزای کوچیک پوستی هم کمک میکنه. این از 3 داروهای من. قیمت اینا رو سایت من هست، هر کس که مایله میتونه به سایت من مراجعه کنه یا با آقای بهبهانی با میهن تیوی تماس بگیره. و خدمت رو عرض کنم که اگر مستقیم با من تماس بگیرین $10 باید پول پست اضافه کنید، ولی اگر با میهن تیوی تماس بگیرید و از طریق میهن تیوی سفارش بدید پول پستش رو شما نمیپردازید. یک مسئله دیگه ای که باعث افتخار من بود این بود که یک هموطن ایرانی از طریق فیسبوک با من تماس گرفت و نگرانی خودش رو در میان گذاشت. ایشون دچار مننژیوم هستند و برنامه امروز رو به خاطر ایشون تهیه کردم و چون ایشون خیلی نگران بودن و بعد عرض کنم نه متخصص جراحی هم نه متخصص جراحی اعصاب و برنامه امروز کمی سنگینه از نظر یک برنامه پزشکی و چون ایشون احتیاج به راهنمایی داشتن و این راهنمایی ها رو امکان نداشت که من از طریق فیسبوک به ایشون بدم یا از طریق تلفن، این بود که برنامه امروز رو راجع به مننژیوم ها انتخاب کردم. و اگر هر هموطن دیگه‌ای راجع به یک مسئله پزشکی خاصی یا راجع به گیاهان داروی خاصی احتیاج به اطلاعات علمی دارن میتونن لطف کنن یا از طریق میهن تیوی یا مستقیما با خود بنده تماس بگیرن. عرض کنم این مننژیوم ها چی هستن؟ مننژیوم ها یک غده هایی هستن که معمولا خوشخیم هستن، یعنی سرطانی نمیشن، که توسط سلول های مننژلیال آراکنوئید تولید میشن و 23%
قده های داخل جمجمه رو تشکیل میدن و مقام دوم رو پس از گلیوم ها دارن و همه انواع و درجات این قده ها روی هم رفته 55% از قده هایی که منشأ داخل جمعه‌ای رو دارن تشکیل میدن. این قده ها در نیمه دوم زندگی دیده میشن و 76% از 50 سالگی به بعد و به طور متوسط در 61 سالگی دیده میشه، ولی در بالغین جوان و کودکان هم دیده شده. این بیماری بیشتر در نزد خانوم ها دیده میشه و به طور متوسط 68.6% بعد از خانوم ها دچار میشن و که بعد از یائسگی این مقدار ضعیفتر میشه و این قده ها کمتر ضعیفتر میشه. از کنم علت اتیولوژی خاصی برای این قده ها شناخته نشده، ولی چند مورد خانوادگی در نزد افرادی که قده های کوچک دیگری در ناحیه پوست و چشم و اعصاب داشتن همراه با مننژیوم ها بوده که نشون میده امکان این که منشأ ژنتیکی داشته باشه هست. در تعداد زیادی از افرادی که در سالهای 1945-1950 برای درمان بیماری های قارچی تحت درمان رادیوتراپی قرار گرفته بودند، یعنی اون موقع ها کچلی رو با رادیوتراپی درمان میکردن، و همینطور در بعضی از افرادی که ضربه های مهم بر روی جمجمه داشتن دیده شده. از نظر آناتومی پاتولوژی معمولا یک قده است، ولی گاهی چندین قده هم دیده شده و گاهی هم یک مننژیماتوز هست، یعنی تعداد یک مننژیماتوز کامل با تعداد زیادی قده در اندازه‌های مختلف دیده شده که این در نوع خانوادگی بیشتر دیده شده. اندازه اونها بستگی به هنگام تشخیص کلینیکی داره. ممکنه که چند میلیمتر اندازه اونها باشه که در تماس یک عصب داخل جمجمه تولید شده و این عوارض شدید بوده و خیلی سریع تشخیص داده شده، یا اینکه تا چند سانتی متر حتی در قسمت مننژیوم های قسمت پیشانی که مدت های طولانی هیچ علائمی نداشتن، سمپتومی نداشتن، تا 10 سانتی متر گزارش داده شده. معمولا دو نوع اصلی دیده میشه. نوعی که بیشتر دیده میشه به صورت یک قده تقریبا گرده و بعضی وقتا دارای چند لوبه و فرم اون بستگی به نسوج اطرافش داره و معمولا جدارش مشخصه، یعنی انولوپ، یعنی پوشش داره. به ندرت در مننژیوم های داخل وانتریکول ها اگر این صدمه وارد شده بر روی دورمر باشه، یعنی قسمت پوست دور پوست سخت باشه، این به صورت دایره وار کوچک میشه، دیده میشه و اندازش کوچکتر از قده است. این قسمت صدمه دیده به تدریج باعث صدمه نسوج اطراف خودش میشه. پس از برداشتن کامل قده معمولا یک عکس العمل پیش رونده استخوانی جایگزینش میشه. بعضی از مننژیوم ها با اینکه از نظر سلول شناسی خوشخیم هستند، ولی می توانند
مهاجم باشند و از قسمت استخوانی عبور کرده و به عضلات و نسج زیر پوستی و یا فضاهای هوایی صورت نیز حمله ور بشه. فضاهای هوایی منظور سینوس هاست، در داخل بینی هم میتونه بیاد. خیلی به ندرت به صورت مننژیوم پلاک مانند، یعنی یک نوع زخیم شدن غده‌ای مننژ، این تولید عکس العمل استخوانی پیشرونده میکنه که به صورت یک پسودو استئوم، که بیشتر به صورت یک استئوم در کاسه چشم به علت یک مننژیوم پلاک مانند سرخرگ اسفنوئیدال هست تولید میشه. چند نمونه کیست مانند هم دیده شده. محل وجود غده ها بستگی به تقسیم بندی آناتومو کلینیک های مختلفی داره که نخستین بار توسط کوشینگ در 1939 انجام شده. مننژیوم های قسمت برجسته نیمکره مغزی و مننژیوم های قسمت زیر مغز یا قاعده جمجمه، مننژیوم های پاراساژیتو و مننژیوم های دیواره بین دو نیمکره که ممکنه این در یک سمت نیمکره یا در هر دو سمت نیمکره وجود داشته باشه. همچنین مننژیوم های چادر مخچه و قسمت مننژیوم های قسمت پشت سر پایین سر هست. هر کدوم از این محل ها به دلیل ساختمان آناتومیک نزدیک خود عامل سمیولوژی عصبی مخصوص خود هستند که باعث تشخیص سریع میشه، یعنی وقتی غده کوچیکه باشه باعث تشخیص میشه و به علت ساختمان عصبی محل تماسش تولید عوارض کلینیکی شدید میکنه. بله، و بعضی وقتها مننژیوم های داخل کاسه چشمی هم بر اثر تولید غده بر روی غلاف عصب بینایی یا نر اپتیک دیده میشه. عرض کنم حضورتون طبق دستبندی سازمان بهداشت جهانی از نظر سلول شناسی سه نوع مننژیوم وجود داره. اولیش مننژیوم مننگوتلیاله و دومیش مننژیوم فیبروبلاستیک و سومیش مننژیوم پسا مومنتو، که این همراه کلاسیفیکاسیون هم هست. عرض کنم به غیر از این سه نوع اصلی باید اضافه کرد که چهار نوع دیگه مننژیوم هست که کمتر دیده میشه. یکیش مننژیوم ترانزیسیونله همراه با دو نوع سلول شناسی مختلف و دومیش نوع آناپلاستیکه که به ندرت میتونه بدخیم بشه 5% و در نزد بیماران جوانتر دیده میشه با میانگین سنی 40 سال. از کنم بعد مننژیوم های آنژیوبلاستیک هست که اینها عروق خونی زیادی دارند و بالاخره همانژیوپریسیتوم هست که برای بعضی ها یک مننژیومه ولی برای یک عده دیگری نوع دیگری از غده هست. باید دانست که مارکرهای مخصوص مننژیوم هم هست که در آزمایشات ایمیونوهیستوشیمی قابل تشخیصه و حالا از اسماش بگذاریم، ولی اینها میشه اینا رو با آزمایش تشخیص داد. همینطور رسپتورهای هورمونی که بیشتر در نزد خانم ها آزمایش میشه.
قبل از اینکه به قسمت تشخیص برسیم، عرض کنم که این برنامه یک برنامه آموزشیه و به هیچ وجه جنبه درمانی نداره و تا اونجایی که امکان داره من سعی کردم که برنامه امروز ساده تهیه بشه، ولی متاسفانه مسئلهش خیلی پیچیده است، خیلی ساده نشد. عرض کنم حضورتون برای تشخیص این بیماری یک حالت خاص کلینیکی برای تشخیص وجود نداره، بلکه تمام سمیولوژی عصبی داخل جمجمه‌ای برای مننژیوم میتونه حاضر باشه و این علائم بستگی به اندازه و محل جایگاه غده داره و البته تشخیص بیماری در سالهای اخیر به علت پیشرفت تکنولوژی و دستگاه‌های رادیولوژی مدرن مثل اسکنر و ERM یا به قول شما MRI باعث تشخیص و محل و اندازه مننژیوم ها میشه و بعضی وقتا آزمایشات تکمیل کننده دیگری هم ممکنه برای علل دیگر آزمایشات تکمیل کننده دیگری میتونه علت کشف این مننژیوم بشه، یعنی بیمار برای مننژیوم مراجعه نکرده، یک مشکل سلامتی دیگه ای داشته که طبق اون آزمایشاتی که انجام شده این مننژیومش کشف شده. یکی از علائمی که میتونه وجود داشته باشه درده. این درد میتونه به صورت سفاله در تمام سر و یا در نقطه ای از سر وجود داشته باشه که در ابتدا جزئیه و بعد شدت پیدا میکنه و به قرص های ضد درد معمولی جواب نمیده. به ندرت دردهای عصبی در صورت بر اثر وجود غده در نزدیکی عصب سه شاخه و یا یک میگرن یک طرفه بر اثر وجود غده و تماس آن و فشار آن با سرخرگ مننژه میانی وجود داره. فشار خون بالا در داخل جمجمه ممکنه که بر اثر مننژیوم داخل وانتریکول همراه با هیدروسفالی باشه و بستگی به محل غده انواع مختلف مشکلات کلینیکی زیر ممکنه دیده بشه، یعنی میتونه یکی از این عوارض رو داشته باشه. فلج کامل یا نیمه کامل یک طرف صورت و احساس بیهستی در قسمت شقیقه چپ همراه با بیهستی انگشتان و همینطور عدم قابلیت شمردن اعداد و حساب کردن و میتونه احساس بیهستی در شقیقه راست باشه با بیهستی در نصف زبان و از دست دادن حس بویایی و اشکال در حرف زدن و میتونه همراه از دست دادن بینایی یک طرف بینی، چجوری بگم، یعنی چشم یه طرف میبینه یه طرف رو نمیبینه و این از دست دادن بینایی یک طرف چشم میتونه در یک چشم و یا در هر دو چشم باشه. در صورت بزرگ بودن مننژیوم ناحیه پیشانی مشکلات روانی و به تدریج تغییر در رفتار و حالات بیمار پیش میاد و مننژیوم یکی از عوامل علل سرهای تولید شونده بر اثر غده های داخل جمجمه است و مننژیوم میتونه باعث کوری بشه، کوری یک طرفه و بر اثر لاغر شدن عصب اپتیک فشار روی عصب اپتیک بیاد و این یک
یک چشم رو کور بکنه و همینطور مننژیوم میتونه باعث کری تدریجی یک طرفه بشه. اگر استخوان هم صدمه ببینه میتونه به صورت یک برجستگی در استخوان که معمولا درد نداره تولید بکنه. اگر سرخرگ اسفنوئیدال صدمه دیده باشه یک اگزوفتالمی یک طرفه تولید میشه، یعنی این چشم حالت باز و بیرون زده مثل کسانی که تیروئیدشون خیلی فعاله، این چشم باز و بیرون زده یک طرف هست. بعد حالا عرض کنم حضورتون آزمایشاتی که برای تشخیص انجام میشه الکتروانسفالگرام یعنی نوار مغزی امروزه ارزشش رو از دست داده، ولی بعضی وقتها برای مطالعه امواج مغزی احتمال داره که ازش استفاده بشه و آزمایشات چشمی و مطالعه ته چشم و میدان دید و عصب اپتیک این مهمه. رادیوگرافی ساده از جمجمه هم امروزه ارزش زیادی نداره و جاشو داده به تومودنسیتومتری که چیزهای غیر طبیعی داخل جمجمه رو خیلی بهتر از یه رادیوگرافی ساده نشون میده و بعضی از این غده ها میتونن کلسیفیه بشن و تقریبا همیشه این غده ها یک اثری برای استخون میذارن که به صورت یک هایپرستوز ساده و یا بعضی وقتا یک استئوم واقعی و پیش رونده که باعث تخریب سطح داخلی استخوان جمجمه با اطراف تقریبا مشخص میشه میشن. عرض کنم حضورتون تومودنسیتومتری یک آزمایش لازم و کافی در اغلب موارد برای تشخیص بیماریه که به دو صورت انجام میشه، یکی بدون تزریق ماده حاجب و دومی با تزریق ماده حاجب، و در بیشتر مواقع اون میکروکلاسیفیکاسیون ها رو با تومودنسیتوگرافی میشه خوب دید. عرض کنم این تومودنسیتومتری اندازه، محل و مطالعه اولیه رابطه قده با عروق و اعصاب جمجمه ای رو نشون میده و غیر طبیعی بودن قسمت های استخوانی با دقت خیلی بیشتری مشخص میشن که در با یک رادیوگرافی ساده. و این آزمایش تورم در اطراف قده را هم نشون میده و آنژیو اسکنر نشون میده که اون ناحیه‌ای که صدمه دیده ماده حاجب رو سریعتر از نقاط دیگه گرفته و خیلی دیرتر از نقاط دیگه این جریان خون مغزی خیلی دیرتر از نقاط دیگه اون ناحیه قده رو تخلیه میکنه، اون ماده حاجب رو پاک میکنه و بالاخره علائم غیر مستقیم وجود قده در خط میانی و فضاهای داخل مغز رو نشون میده، یعنی خط میانی یک کمی کج میشه و اون فضاهای داسینوس های داخل مغزی شکل طبیعیش رو از دست میده و نشون میده که اینجا یک فشاری هست، یک قده هست. از بایش کامل تر و مهمتر دیگه ای که به انگلیسی بهش میگن MRI، فرانسوی بهش میگن ERM، رزونانس منیتیک، اگر اطلاعات لازمه داده شده توسط تومودنسیتومتری کامل باشه
این رزونانس منیتیک لازم نیست. ولی اگر مننژیوم در قاعده جمجمه قرار گرفته باشه، برای مشخص شدن دقیق رابطه قده با عروق بزرگ و احتمالاً اعصاب داخل جمجمه ای لازمه و در دو مرحله انجام میشه. مرحله اولش بهش میگن مرحله تئن یا تیوان، این بدون گادولینیومه، و مرحله دومش یا تدو، و در هر دو مرحله این قده رنگش خاکستری رنگه. و در مرحله اول پس از تزریق گادولینیوم دقت تصاویر خیلی زیادتر میشه و قسمت های نکروزه و میکروکیست ها و عروق داخل قدهی و قسمت های آناپلازیک و میکروکالسیفیکاسیون ها به طور خیلی دقیق تر دیده میشن که در یک تومودانسیتومتری. و در مرحله دوم یا تی دو این تورم اطراف قده هم خیلی بهتر دیده میشه. و یک آزمایش دیگه ای که انجام میشه آنژیوگرافیه. آنژیوگرافی اغلب قبل از عمل جراحی لازم میشه و بسته به محل قده این تزریق از کاروتید داخلی یا کاروتید خارجی انجام میشه، یعنی از ناحیه گردن پیدا کردن کاروتید داخلی یکمی سخت‌تر از کاروتید خارجیه. عرض کنم آنژیوگرافی میتونه مرحله اول درمان هم باشه که اجازه میده یک کاتتر توسط کاتتر اون در صورت امکان اون سرخ رگ تهیه کننده قده رو میبندن، بهش آمبولیزاسیون میگن، یعنی یک چیزی کوچیکی اون تو میذارن و اون رگ بسته میشه و دیگه مواد غذایی و اکسیژن به این قده نمیرسه. و این اکثرا از طریق کاروتید خارجی بر روی شاخه های سرخرگ مننژه انجام میشه. عرض کنم حضورتون این بله آنژیوگرافی همینطور رابطه عروقی مننژیوم و وضعیت عروق بزرگتر رو پس از بسته شدن اون قسمت نشون میده. و بعضی وقتا لازمه که پزشک ممکنه، جراح ممکنه اون یک مقداری از این عروق رو برداره و آناستوموز بکنه، یعنی رگ‌ها رو به هم پیوند بده، و این آنژیوگرافی همه وضع این عروق رو در هنگام عمل و بعد از آناستوموز نشون میده. آزمایشات کامل کننده دیگری هم اگر علائم کلینیکی وجود داشته باشه ممکنه لازم بشه، مثل آزمایشات مخصوص توسط متخصص گوش و حلق و بینی که گوش داخلی و حلق و بینی بیمار رو معاینه بکنه. قبل از این که به بخش درمان بپردازیم، از آقای بهبهانی صدا دارم که یک آهنگی بذارن و یک زنگ تفریحی هم به بنده بدن و هم به شنوندگان عزیز میهن تیوی. بله، بسیار آهنگ قشنگی بود، هنرمند بزرگی با ریش سفید و هنرمند جوانی هست که همراهیش میکنه، خدا هر دوشون رو حفظ کنه. عرض کنم حضورتون من وقتی کلاس ششم دبستان رو تموم کردم
میخواستم برم هنرستان موسیقی، ولی خب چند نفری در فامیل گفتن که همین کم داریم تو فامیل که یه مطرب داشته باشیم. خلاصه این بود که ما نتونستیم بریم هنرستان موسیقی، ولی عوضش هیچ کس نتونست ما رو از موسیقی گوش کردن محروم کنه. خب بگذاریم از این مسئله، بریم سراغ درمان این بیماری. قبل از اینکه درمان رو شروع کنم باید بگم که همین هموطن عزیزی که با من تماس گرفت و هم هر شخص دیگه‌ای که خدای نکرده دچار این بیماری هست، فقط به عرایض من اینجا اکتفا نکنه و حتما با پزشک متخصصش، جراح جراحی اعصاب، نورولوژیست مشورت بکنه و راهنمایی های کاملتر و بیشتری بگیره. عرض کنم درمان این بیماری، متد شماره یکش خارج کردن یک غده خوشخیم با عمل جراحی تنها راه درمانه، ولی یک محدودیت هایی هم داره که بستگی داره به اندازه غده و محل اون و اینکه آیا به استخونها سرایت کرده یا نه. یک جدولی وجود داره به اسم جدول بندی سیمپسون، البته ربطی به هومر سیمپسون نداره. عرض کنم این آقای سیمپسون 5 درجه برای جراحی مشخص کرده. درجه 1، مرحله اولش، خارج کردن کامل غده با جدار خارجی و احتمالاً قسمت‌های آلوده استخوانی. درجه دومش، خارج کردن کامل غده با برداشتن قسمت استخوانی. درجه سومش، خارج کردن کامل غده بدون برداشتن قسمت‌های استخوانی آسیب دیده. و درجه چهارمش، خروج ناکامل غده. و بالاخره درجه پنجمش، فقط نمونه برداری یا بیوپسی از اون غده. عمل جراحی برای برداشتن مننژیوم در 20 سال اخیر پیشرفت خیلی زیادی داشته که کمک زیادی به بیمار میکنه. یکیش پیشرفت در بیهوشیه که اجازه میده این بیمار مدت بیشتری در بیهوشی باشه بدون صدمه دیدن و اجازه میده قسمت‌های زیر مغز رو برای برداشتن مننژیوم ها عمل کرد بدون اینکه عوارض ناخواسته ای تولید بکنه و همینطور میشه به طور موقت از طریق فونکسیون لومبر، یعنی فرو کردن یک سوزن فونکسیون بین مهرهای سوم و چهارم پنجم، میشه این مایه بین نخایی رو خالی کرد که فشار برای مغز وارد نشه، فشار کم. همونطور که عرض کردم یک عمل دیگرش بستن رگ‌های تغذیه کننده غده قبل از عمل برای جلوگیری از خونریزی زیاد هنگام عمل و در صورت لزوم کوچک شدن غده قبل از برداشتن کامل لازم میشه و میکروسکوپ جراحی کمک بزرگیه برای جراح برای مشخص کردن کپسول غده، مویرگ‌های مغزی و مویرگ‌های غده‌ای، مخصوصاً برای اعمال جراحی قاعده جمجمه، این قسمت زیر مغز. چاقوی لیزری هم کمک بزرگی می‌کنه به دقت در جراحی و بر خیلی به طور خیلی ظریف ببرن و بردارن.
رادیوتراپی برای مننژیوم زیاد مؤثر نیست، چون که این غده ها حساسیت کمی نسبت به رادیوتراپی دارن، ولی تابش 50 تا 55 گری در مدت 5 تا 6 هفته میتونه علائم کلینیکی بیمار رو کمتر بکنه و به ندرت حجم قده رو هم میتونه به کمی کوچیکتر بکنه. رادیوگرافی از چند جهت برای قده های کوچیک موفق تره، ولی به نسوج اطراف قده مثل اعصاب داخل جمجمه ای و عروق میتونه صدمه بزنه. رادیوتراپی با ذرات پر انرژی در حال مطالعه است، ولی این مطالعات نتایج رضایت بخش داده، یعنی یک سوزن مانند یه چیز کوچک رادیواکتیویته شدید داره، این رو میتونن در داخل قده نصب بکنن یکی یا چند تا. این نتایج رضایت بخش داده ولی در حال مطالعه است، هنوز عمومی نشده. و بالاخره درمان های هورمونی هست ببخشید درمان های هورمونی بعضی از آنتی هورمون ها مخصوصا RU486 و آنتی آنتروژن ها این ویترو، یعنی در داخل لوله آزمایش، اینا فعال هستن و با اینکه چند آزمایش اولیه موفقیت آمیز بر روی انسان هم انجام شده، ولی هنوز به طور عمومی در کلینیک به کار نمیره. پس از عمل جراحی و برداشتن کامل قده، بیمار باید تحت کنترل پزشکی باشه و زنده موندن بیمار 5 سال بعد از عمل جراحی در بیشتر از 90% بیمارا دیده شده، یعنی جراحی نتیجه خوبی داره. ولی متاسفانه بعضی موارد هست که جراح نمیتونه همه قده رو برداره، همه تومور رو برداره، و یکیش میتونه به علت سختی مکان اون قده باشه، مکان تومور باشه، و یا سن بیمار و وضع عمومی بیمار اجازه نده، و وقتی که یک مقداری از این بیمار این قده رو برمیدارن، البته پیشرفتش آهسته تره و معمولا امکان بزرگ شدن قده هست، خیلی هست، ولی مدتش طولانیه، امکانی داره که بیشتر از 10 سال طول بکشه و این امکان اون در بیماران جوانتر بیشتره. امکان بدخیم شدن این قده وجود داره، به ندرت امکان داره، ولی در بازگشت بیماری دیده شده که این قده دارای نسج آنافلازی هم بوده. امکان مشکلات پس از جراحی یا سندروم های پست اپراتوار هست و بازگشت به فعالیت های روزانه بعضی وقتا خیلی سریع انجام میشه، ولی بعضی وقتا ممکنه تا 2 سال طول بکشه و بستگی به خیلی چیزها داره، ولی نتیجه مثبت که تا حالا دیده شده باعث میشه که جراحی های بهش میگن اگرسیو، یعنی جراحی های خیلی بزرگ، پیشرفته، پیشرونده هم مجاز باشه. داروهای ضد سر وقتی به کار میره که این قده باعث سر بشه، در غیر این صورت اگر الکترانسفالگرام نشون دهنده آثار سرعی نباشه و حمله سری وجود نداشته باشه تجویز نمیشه. عرض کنم عرایز بنده اینجا
تموم شد، یک هنوز یه مقداری از وقت باقی مونده که حتما آقای بهبهانی یک برنامه جالبتری از صدای بنده برای شما خواهند گذاشت. امیدوارم که این عرایز بنده برای این هموطنی که زنگ زده بود مفید واقع شد. میگم زنگ زده از طریق فیسبوک تماس گرفته بود، مفید واقع بشه و همینطور برای سایر همیهنان عزیز بینندگان میهن تیوی مفید واقع بشه. و تا هفته آینده همه شما رو به خدا میسپارم و یک بار دیگه از شما تشکر میکنم که به این برنامه توجه داشتید و از آقای سعید بهبهانی هم متشکرم که این افتخار رو به من دادن که با شما همیهنان عزیز صحبت بکنم. و این برنامه امروز برای من یک افتخاریه که به طور مستقیم کمک به هموطن میکنه. تا هفته آینده شما رو به خدا میسپارم و با قول شاعر، تنتان به ناز طبیبان نیازمند مبا. خداحافظ شما تا بعد.